انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجندرها بهرهگیری از بیمه های اجتماعی برای تغییر جنسیت رو لازم میدونه در حالی که به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور این عمل در ایران به عنوان عمل زیبایی و نه عمل درمانی تلقی میشه که همین موضوع باعث خارج شدن هزینه های اون از خدمات بیمه ای شده با مدیا ببینیم این چه مشکلاتی رو برای کسانی که دچار آشفتگی جنسی هستند پیش میاره اول سیما باید به این نکته اشاره بکنم که در جهان امروز تمایلات عاطفی و جنسی انسان ها درجه بندی های متفاوتی داره از صد درصد زنانه شروع میشه تا صد درصد مردانه و در این بین هم تیف های متفاوتی از انسانها وجود دارند به همین خاطر هم نماد انسانها رو رنگین کمان در نظر گرفتن مثل نژاد که هر انسان نژاد متفاوتی داره و همه هم با هم برابرند و از حق حق و, حق و حقوق یکسانی برخوردارند. که من به کار بردم آشفتگی به همین دلیلی که ما این جنسیت رو از کودکی به انسانها ها القا می کنیم و این مشکلات این رو به وجود میاره که ما فکر میکنیم فقط استاندارد داشتن دو جنسیت زن یا مرده البته این بحثیه که خب خیلی در صحبت زیاده و کاملا یک بحث علمی و پزشکیه دقیقا به همین خاطر هم بجز این مسئله در تمام کشورهای جهان به این شکله بجز تعداد نادری از کشورها که اغلب هم خب مسلمان هستن که اجازه نمیدن انسان‌های با تمایلات متفاوت که از خودشون صحبت بکنن اما ترنسجندرها از سال 61 در ایران با فتوای آقای خمینی به نوعی به رسمیت شناخته شدن اما تحت فشار زیادی هستند. اول باید که پزشک قانونی تایید بکنه که خب این شرایط مرحله داره بله که این شرایط وجود داره بعد باید اه تحت نظر یک روانکاو باشن جلسات متفاوت روانکاوی برن بعد بعد از اون اجازه بهشون میدن که خب کارتهای هویتیشون شناسنامهشون رو تغییر بدن و برای مدتی لباسشون رو عوض بکنن تازه بعد از اون هستش که اجازه به این گروه داده میشه که عمل جراحی انجام بدن در حالی که در کشور های دیگه دنیا از اول با این انسان ها روانکاوها صحبت میکنن با این افراد که در صورتی که میخوان خودشون رو با همون بدنی که دارن خب خوشحالن با همون باشن و در صورتی که نمیخوان اجازه عمل جراحی عمل جراحی انجام بدن و اجازه هم از کسی لازم نیست بگیرن و اونطوری که خودشون میخوان زندگی بکنن در صورتی که احساس بکنن که تمایل دارن که عمل جراحی انجام بشه اون وقت تمام هزینه ها تحت نظر بیمه است حالا در ایران کاملا متفاوته این همه مراحل رو باید طی بکنن اجازه بگیرن تا این مرحله مقامات رسمی وقتی میخوان ازشون اسم ببرن از کلمات ناخوشایندی مثل انسانایی که دارای اختلال هویت جنسی هستند نام میبرن ازشون اون رو بیماری میدونن اختلال میدونن اما وقتی فرد میخواد یک سری خدماتی در اون ارتباط دریافت بکنه اون وقت دیگه خودشون رو موظفه مسئله فرق میکنه اون وقت میگن که خب این عمل زیبایی پس شما بیمه نمیشه اون وقت این فردی که خب چون در جامعه فرهنگ سازی نشده زیر فشار زیادی هست حالا چه از لحاظ اجتماعی چه بعضی وقتا از لحاظ خانوادگی تازه یک فشار اقتصادی هم بهش تحمیل میشه و فقط به حسیستی 6 میلیون به اون پول میده در حالی که خود دکترهای بسیار معدودی هستن که تو ایران این جراحی ها رو انجام میدن هزینه بسیار بالایی دریافت میکنن و جز که خدم خدمات پس از جراحی یا مراقبت های پزشکی یا همون بحث روانکاوی که بهش اشاره کردی دخلیت. هزینه های بسیار بالایی بالای داره همون جلسات روانکاوی هزینه بسیار زیادی میخواد و گاهی جلسات متفاوتی حتی برای عمل جراحی است بعد در اون صورت تازه به اونها فقط 6 میلیون میدن که برای عمل بینی ساده هم فکر نکنم امروز دیگه کافی باشه چه برسه به عملهای اینچنین پیچیده ممنون